اختلافات میانگروهی، مسئولان محلی طالبان در بادغیس و قندهار احضار شدند. هزاران پناهجوی افغان در امریکا با خطر اخراج مواجهند. خبر که با شنیدنش بند بند انسان سست می شود. عشق صبح بادغیس پس از آن که در پای اختلافات میان گروه طالبان یک فرماندین گروه در بادغیس زندانی شد، رهبر طالبان مسئولان معلین ولایت را احضار کرده است. منابع روز جمعه 28 مدل و بر روزنامه 8 صبح می گویند که والی بادغیس، قماندان امنیه، رئیس استخبارات و فرمانده لوای این ولایت از سوی ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان احضار شده است. با گفته منابع این مقام ها پس از آن احضار شدند که والی طالبان یک فرمانده نامدار این ولایت به نام اسحاق پهلوان را هفته گذشته زندانی کرد. این فرمانده با نفوذ طالبان در حال حاضر در زندان به سر میبرد. هنوز اتهام های وارده به اسحاق پهلوان معلوم نیست. احتمال می رود که فرماندهان ملی طالبان در ولایت بادغیس در پیوند به این قضیه برکنار و یا تبدیل شوند. هزاران پناهجوی افغان در امریکا با خطر اخراج مواجهند. 8 صبح کابل از 15 آگوست سال 2021 و بعد ده ها هزار شهروند کشور به امریکا منتقل شدند که اکنون بیشتر آنان با خطر اخراج مواجهند. CBS گزارش می‌دهد که بر اساس اسناد همگانی ناشده دولت امریکا، ده ها هزار پناهجوی افغان در این کشور در معرض خطر برگشت دوباره به افغانستان قرار دارند. با این حال بر اساس این گزارش یک راه وجود دارد تا این اتفاق نیفتد، این که کنگره امریکا با تصویب لایحه اعطای اقامت دائم جلو اخراج این پناهجویان را بگیرد. بر اساس گزارش ها از میان 77 هزار پناهجوی افغان که در 15 اگست سال 2021 به امریکا منتقل شده بودند تا 12 فوریه تنها 4775 تن اقامت دائمی را دریافت کردند. بر اساس گزارش CBS کسانی که فاقد وضعیت قانونی اقامت دائمی اند از ماه جولای بدون مداخله کنگره مجوز کار و زندگی در امریکا را از دست خواهند داد. پس از خروج امریکا و متحدانش از افغانستان، شمار زیادی از افراد بدون مدرک کافی که نشان بدهد جانشان با برگشت طالبان با خطر مواجه است به امریکا منتقل شدند. رزاق مامون گزارش می‌دهد میلیون ها تاجک در صف طالبان پاکستان. TTP در مناطق عمدتاً تاجک فعالیت دارند. عارف حسن آخونزاده از رهبران تاجک پاکستانی: در حال حاضر امریکا و غرب مثل گذشته در منطقه ما منافع کلیدی ندارد، زیرا روسیه مستقیما در صحنه اروپا یعنی اوکراین با امریکا و ناتو درگیر شده است. طالبان پاکستان در مناطق فعالیت دارند که اکثریت تاجک های پاکستانی در آن زندگی می کنند. گزارش بود از رزاق مامون. طالبان نمازهای جمعه و حضور کمرنگ مردم ادامه‌اش. برگزاری نماز جمعه و ایراد خطبه قدمت 1400 ساله دارد. از زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تا امروز مسلمانان در این روز گرد هم می آیند و پس از این که امام خطبه را ایراد می کند، نماز جمعه را با شکومندی به جا می آورند. در اسلام تاکید بسیار بر اهمیت ایراد خطبه در روز جمعه شده است. قرآن مجید اشخاص را که در اثنای سخنرانی حضرت رسول از مسجد بیرون شده بودند و به تجارت داد و ستد مشغول گشته بودند نکایش میکند. خلفای راشدین نیز مهمترین حرفایشان را با مردم در خطبه های روز جمعه در میان میگذاشتند. زمامداری بعدی نیز در نماز جمعه حضور میافتند و معمولا حاکمان خود رشته کلام را به دست میگرفتند و در لابلای خطبه سیاست هایشان را تشریع و امامت جمعه را برگزار میکردند. نکته مسلم این است که نماز جمعه پیوسته با سیاست پیوند وثیق داشته است. می توان از همایش های بزرگ نماز جمعه برای توسعه و اصلاح جامعه استفاده کرد. مراسم روز جمعه تریبین است هفتگی که در هر روز جمعه در هر محله دایر می شود و فرصت مهیا می کند برای پرداختن به مسائل روز و طرح استراتژی های کوتاه مدت و دراز مدت برای بهبود وضع جامعه در همه ابعاد. جامعه افغانستان جامعه است که دین یکی از ارکان هویتی آن است. بنابراین شعائر و مراسم دینی در این جامعه از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار است و قابل حذف و نادیده گرفته شدن نیست. با این همه برای این که این مراسم با مقتضای زمان هماهنگ شود و موثریت بیشتر داشته باشد، لازم است نکات رعایت شود. یکی از ضعف‌هایی که در خطبه های روز جمعه را پیدا کرده و آن را به سمت نامطلوب برده، حضور سیاست در آن است. روی هم رفته خطیبان میکشند که با قدرت سیاسی هماهنگ باشند و با آن در نیافتند. از همین جهت است که علما نشسته بر منابر و از با زخم ها و دردهای جامعه بیگانه هستند.
و دغدغه‌هایشان دغدغه‌های توده‌های لگدمال شده زیر آوار فقر و ستم نیست. به جهت نیست که می‌بینیم حرفایی که می‌زنند چندان نسبت با مشکلات واقعی جامعه ندارد. خطبه‌های نماز جمعه از سوی دولت تهیه می‌شود و به گونه متحدالمال به دسترس همه خطیبان قرار می‌گیرد. وقت محتوای خطبه دولتی شود، طبیعی است که در آن خبر از خواسته‌ها و آرزوهای مردم نیست. نارسایی دیگر خطبه‌های روز جمعه ضعف محتوایی و کم‌مایگی آن از بسیار از کسانی که امامت نمازهای جمعه را بر عهده می‌گیرند، اشخاص هستند که با آموزه‌های دینی به صورت علمی آشنایی ندارند و از سوی حکومت‌ها برای این کار گماشته شده‌اند. علاوه بر آن، این اشخاص از تعاملات زمانه نیست آگاه نیستند و از اندیشه‌های معاصر چیزی نمی‌دانند. البته همیشه موارد نقض وجود دارد. عدم آشنایی توامان با سنت و مدرنیتگاه به خلق صحنه‌های منزجر کننده یعنی منتهی می شود و سوژه برای سرگرم شدن کاربران اجتماعی به دست می دهد. برای بسیار از مردم شنیدن خطبه های جمعه جذابیت ندارد و صرفا از باب ادای واجب دینی خود را ناگزیر از شنیدن آن می شمارند. در این سالها از ده ها تن پرسیدم که آیا شنیدن خطبه های علما در نمازهای جمعه برای تان جذابیت و دلربایی دارد. اکثریت مطلق آنان از محتوای نازل خطبه ها شکایت کردند و از ملال آور بودن آنها سخن گفتند. در این روزها خطبه های نماز جمعه با تکرار مکررات و ایراد سخنانی که به جهان منسوخ تعلق دارد و نسبت با دنیای معاصر ندارد خلاصه شده است. جالب اینجا است که منبری ها علت اهمیت قائل نشدن مردم به سخنانشان را عدم اخلاص و بی‌علاقگی توده ها بدین می شمارند و جامعه را به انحراف و گمراهی و آلودگی به گناه متهم می کنند. حالان که عاملی که بیش از هر عامل دیگر از باب رویگردانی مردم از خطبه های نماز جمعه است، عملکرد نادرست خطیبان است. یکی دیگر از مشکلات موجود در خطبه ها این است که بعضی از خطیبان با احساسات بیش از حد حرف می زنند و این احساساتگری بر محتوای خطبه تاثیر می گذارد و آن را به سوی عوام‌زدگی سوق می دهد. آنها قصد دارند که به گونه‌ای سخن بزنند که هم حاکمان را خرسند بسازند و هم عوام را از آنها نرنجاند. این کار شبیه را رفتن روی طناب است و غالبا با شکست همراست. خطیب باید این نکته را باید داشته باشد که مخاطبان حرفهایش مردمان با تیپ‌های فکری و معیشتی مختلف است. شناخت مخاطب برای خطیب از اولویت‌های اصلی است، پس باید زبان و بیان مناسب و موضوع شایسته انتخاب شود. در این روزها حرفایی که از مولوی عبدالحمید امام مسجد جامع مکه در خطبه های نماز جمعه به زبان می آورد مخاطبان پرشمار دارد. او با استفاده از تریبین این مسجد قادر شد با جنبش اخیر در ایران همراه شود و سخنگوی قسمت از هواداران این جنبش باشد. هرچند مولوی عبدالحمید با حمایت بدرق از طالبان در روزهای اول بازگشت این گروه به قدرت آماج انتقادها قرار گرفت، ولی انتقادهایی که بعدها راجع به سیاست آموزشی و تأثیری طالبان بر زبان آورد حاکی از آن است که وی حاضر است نسبت به مواضع قبلیش تجدید نظر کند، در صورتی که به اشتباه خود پی ببرد. نمونه مولوی عبدالحمید این موضوع را ثابت میکند که تریبیون مساجد شبیه شمشیر دولبه است. اشخاص همانند مولوی عبدالحمید از آن برای احقاق حقوق مردم و دفاع از ستمدیدگان استفاده می کنند و دسته دیگر مواهب زودگذر دنیوی را ترجیح می دهند و در خدمت دیکتاتوران و نظام های توتالیتر در می آیند. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.